برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز عملیات مشترک عراق در آستانه زیارت حرمین امامین عسکریین در سامرا در سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تشکیل جلسه داد. در این جلسه طرح امنیتی حفاظت از مسیرها، نقل و انتقال زائران در حرم مطهر امامین عسکریین سلام الله علیه ما و همچنین مرقد مطهر امامزاده سید محمد ابن امام هادی علیه السلام و ابراهیم ابن مالک اشتر مورد بررسی قرار گرفت. فرماندهی عملیات مشترک عراق برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر زیارت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خواستار هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف امنیتی شد. یک سازمان حقوق بشری میگوید که در پی تشدید خشونت‌ها در منطقه مرزی میان آذربایجان و ارمنستان 25 تن کشته شدند. روز گذشته نیروهای آذربایجانی عملیاتی ضد تروریستی را در منطقه قره‌باغ کوهستانی راه اندازی کرده و خواستار خروج کامل نیروهای ارمنی به عنوان شرط صلح در منطقه مورد مناقشه شده است. بر اساس گزارش‌ها در پی حمله اخیر نیروهای آذربایجان بر منطقه قره‌باغ 25 تن از جمله 3 غیر نظامی کشته شدند. مقامات آذربایجانی میگویند که ارمنستان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. سازمان ملل متحد گفته که از ماه می به این سو بیش از 1200 کودک در کمپ‌های مهاجرین سودان جان باختند. این سازمان روز سه‌شنبه 28 شهریور همچنان گفته است که به نظر می‌رسد هزاران نوزاد دیگر تا آخر سال در سراسر این کشور جنگ زده جان ببازند. صندوق کودکان ملل متحد برای اطفال یونیسف هشدار داده که جنگ در سودان بر شرایط بهداشتی کودکان تأثیر گذاشته است. همزمان اداره مهاجرت ملل متحد گفته است که در همین مدت 3100 مورد مشکوک سرخک و بیش از 500 مورد مشکوک به وبا در بخش‌های این کشور در حالی گزارش شده است که مالاریا و تب دنگی نیز در آن شایع است.